درود به شما بینندگان عزیز. در برنامه جدید با نام دفاعیات مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که میتونم با دوست و همکار بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشم. ساسان عزیز، مرسی رضا جان. منم خیلی خوشحالم و ذوق زده هستم از این برنامه‌های جدیدی که داریم با هم شروع می‌کنیم، برنامه‌ای که خودت فکرشو کردی، دفاعیات مسیحی. بنده و شما سال‌هاست که با هم داریم همکاری می‌کنیم در پاسخ دادن به سوالات بینندگان عزیز درباره زندگی مسیحی، ایمان مسیحی، کتاب مقدس. ولی حالا فکر کردیم که با یه سری برنامه‌های جدید درباره دفاعیات مسیحی با هم ادامه بدیم خدمتمون رو و تو یک استودیوی خیلی قشنگ و جدید این کار رو داریم با هم شروع می‌کنیم و خیلی ممنونم از این دعوتت. خواهش می‌کنم. منم خوشحالم که میتونم با شما دوست عزیزم در رابطه با یک موضوع خیلی مهم، اونم دفاعیات مسیحی، برای بینندگان عزیز برنامه‌ای رو تهیه بکنیم. سوال خیلی مهمی که این برنامه برای ما داره اینه که چرا اصلاً دفاعیات؟ ساسا جان، من این سوال از شما می‌کنم. چرا اصلا دفاعیات تو زندگی مسیحی چه اهمیتی داره؟ دفاعیات مسیحی بسیار عالی. ما معمولا در کلیساهامون موعظه میکنیم، موعظه میشنویم، به ما میگیم که باید بریم بشارت بدیم به دیگران که با عیسی مسیح آشنا بشن، دیگران رو دعوت به ایمان آوردن و توبه کردن میکنیم، ولی صحبت دفاعیات خیلی مطرح نمیشه تو تعالیم کلیسا، تو موعظه ها، تو پیغامایی که میشنویم. صحبت میکنه آقا تو پیغامو بده، روح خداست که لمس میکنه قلب ها رو و تو دیگه کاری نداشته باش، تو مسئولیتی دیگه نداری به جز پیغام دادن. البته درسته که روح خداست که قلب ها رو لمس میکنه، درسته که ما مسئول پیغام دادن هستیم، ولی یه قسمت مهمی از پیغام دادن اینه که قسمت دفاعیات مسیح هست. که چی؟ یعنی میخوام لب کلام رو بگیم و بعد این صحبت رو باز بکنیم تو این جلسه. ما میخواییم تو دفاعیات مسیحی میخواییم حقانیت ایمان مسیحی، حقانیت ادعاهای کتاب مقدس رو به اون کسانی که داریم این پیغام رو میدیم نشون بدیم. این دلیل اول دفاعیات مسیحی. یه سوالی که پیش میاد اینه که افرادی به گروهی معتقدن که آقا اصلا ما احتیاجی نداریم که در رابطه با کتاب مقدس دفاعی بکنیم. کتاب مقدس خودش دفاع میکنه از خودش. و این در رابطه با این موضوع شما چه نظری دارید؟ بله، کتاب مقدس خودش مثل شیر قرآنه که شما وقت شیر رو از قفس آزاد میکنی، شیر نیاز به وکیل و مدافع نداره، شیر از خودش دفاع میکنه، ایمان مسیحی خودش از خودش دفاع میکنه. من شخصا خیلی موافق این نوع برخورد نیستم و میخوام که قبل از اینکه وارد حالا اصلا بحثمون بشیم، میخوام که با یک آیه این برنامه ها رو شروع بکنیم، یه آیه که خیلی ربط مستقیم داره به موضوع دفاعیات مسیحی. آیه‌ای که میخوام برامون لطفاً رضا جان نگاه بکنی، اول پتروس فصل 3 آیه 15 هست. اول پتروس فصل 3 آیه 15. اگر یکی به من بگه ساسان چرا دفاعیات مسیحی مهمه، جواب اول من اینه چون دستور کلام خداست به من مسیحی، به من ایماندار مسیحی. خود اگه من ایمان دارم به این کتاب، این کتاب به من میگه من باید دفاعیات مسیحی رو جدی بگیرم. اول پتروس 3:15 لطفاً پس بسمون بخون. اما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید، و اگر کسی علت امید شما را میپرسد همیشه آماده جواب باشید. و بعد آیه بعدیش با چه روحیه باید آماده جواب باشید؟ البته با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد میگویند از گفته خود شرمنده شوند. پس با ملایمت و احترام پتروس به پتروس شاگرد عیسی مسیح این نامه رو داره به کلیسا مینویسه، میگه که دوباره قسمت آخر 3:15 رو واسمون بخون. همیشه آماده جواب دادن باش به کسانی که علت امید تو رو از تو میپرسن. پس این همین کلمه یونانی پاسخ دادن و جواب دادن به کسانی که از تو سوال میپرسن، این کلمه دفاعیات هست. ما در انگلیسی به دفاعیات میگیم apologetics. apologetics از کلمه یونانی اپولوگیا میاد، همین کلمه‌ای که پتروس توی اول پتروس 3:15 استفاده میکنه. حالا توی فارسی دفاعیات تازه خیلی کلمه بدی نیست، تو انگلیسی برای خیلی از مسیحی‌های انگلیسی زبان این سوء تفاهم به وجود میاد، چون کلمه اپولوجی به انگلیسی شما میدونی چیه؟ کلمه اپولوجی به انگلیسی اپولوجی یا اپولوجایز یعنی معذرت خواستن.
عذرخواهی کردن. پس خیلی ها فکر میکنن که وقتی صحبت اپولوژتیکس رو میکنیم، دفاعیات تو زبان انگلیسی، یعنی ما داریم عذرخواهی میکنیم واسه ایمان مسیحیمون، داریم معذرت خواهی میکنیم برای ایمان مسیحی، اپولوژایز میکنیم. نه، کلمه یونانیش معذرت خواهی و عذرخواهی نیست، کلمه یونانیش دفاع کردنه، کلمه یونانیش پاسخ دادنه. ما تو دنیای زندگی میکنیم رضا که مسیحیت تنها حرف دنیای امروز نیست. من و تو داشتیم دیروز با هم صحبت میکردیم، موقع که تو جوان بودی، تازه ایمان بودی، در کلیسای ایران با چه گروه هایی برخورد داشتی؟ چه گروه هایی اون موقع اوایل انقلاب باشون برخورد داشتی؟ بله، گروه هایی که اون موقع بودن به طور خاص افرادی بودن که اصلا با گروه های الحادی بودن، که اصلا با خدا هیچ میانه ای نداشتن و دین و مذهب رو میگفتن تریاک یا افیون توده هاست، بچه های چپی و کمونیست. بله، چپی. اون موقع چون احزاب سیاسی خیلی فعال بودن تو اون دوره، اگه من میرفتم اون موقع کمونیست میشدم خیلی زیاد از جای تعجب نداشت. خدا رو شکر برای که مسیح زندگی منو عوض کرد. ولی اون موقع با این افراد زیاد. پس حالا میخوام، یعنی منظورم چیه؟ فقط صحبت اینه، فقط نه فقط مسیحیت تنها دین دنیا نیست. ماها که تو جامعه ایرانی، خب بالاخره اکثر ما از زمینه اسلام اومدیم. اگر من و تو مسیحی شدیم، یکی به من و تو میگه آقا به چه دلیلی شما مسیحی شدید؟ چرا شما پیرو عیسی مسیح شدید؟ جواب به این چرا، جواب به این چه دلیل، صحبت دفاعیات مسیحی. نمیتونم به یکی بگم من مسیحی شدم چون یه شب خواب مسیح رو فقط دیدم. من فقط به این دلیل، حالا یه نفر میتونه، خدا میتونه از طریق خواب، رویا، جواب دعا، شنیدن یک موعظه، یک معجزه، میتونه زندگی یه نفر عوض بکنه، ولی اون نمیتونه توجیه حقانیت عقیده و ایمان من بشه. این خیلی نکته مهمیه. وسیله های مختلف، از طریق راه های مختلف من میتونم به عیسی مسیح ایمان بیارم، ولی اینکه به یکی دیگه بخوام ثابت بکنم حقانیت ایمانمو، نمیتونه فقط تجربه شخصی خودم باشه. فقط اینی که من خواب دیدم، من لمس شدم، من یک تجربه خاص خودم رو داشتم. پس چرا دفاعیات مسیحی؟ جواب اولش دستور کلام خداست که ما بتونیم جواب چراهای مردم رو بدیم، جواب دلیل امیدمون رو به دیگران توضیح بدیم. خب ادیان دیگه هستن تو دنیا، باورهای دیگه هستن در دنیا، جهانبینی‌های دیگه هستن در دنیا. بله. از جمله جهانبینی الحادی، جهانبینی‌های ادیان شرقی مثل بودایزم، هندویزم، ادیان به قول معروف توحیدی، یهودیت و اسلام. پس توی تمام این بازار گرم به قول معروف ادیان، مکاتب عرفانی، فکری، فلسفی، جهانبینی، یکی از من و تو میپرسه چرا مسیح؟ چرا رفتی دنبال مسیح؟ چرا پیرو مسیح شدی؟ پس این جواب به این چرا دادن هدف اصلی دفاعیات مسیح هست. یه آیه دیگه هم میخوام لطف کنی، آیات مختلفی هست. ما در کتاب مقدس بارها و بارها میبینیم که مثلا پولس رسول تو اعمال رسولان داره دفاع میکنه از ایمان مسیحیش، داره دلیل میاره، بحث میکنه، داره مخالفینش رو میخواد قانع بکنه. اینا همه کلمات کتاب مقدسیه، بحث کردن، قانع کردن، دفاع کردن، توضیح دادن، توجیه کردن، اینا همه کلماتیه که میبینیم پولس تو اعمال رسولان داره استفاده میکنه. با یهودیا از طریق آیات عهد عتیق که نبوت مسیح رو داره اشاره میکنه، صحبت میکنه، با غیر یهودیا اشاره به خلقت میکنه، اشاره به وجدان میکنه، توی آتن به خود فیلسوفای یونانی اشاره میکنه. پس دائم میبینیم یه شخصی مثل پولس رسول در بحث و دفاع و توضیحه که حقانیت ایمان مسیحیش رو به مخاطبانش نشون بده. حالا یه آیه دیگه هم میخوام برامون بخونی، از دوم قرنتیان هست، درسته؟ بله. دوم قرنتیان 10:5، دوم قرنتیان 10:5، این رو هم لطفاً برامون بخون. خواهش میکنه. و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم. آره، یه بار دیگه واسه هم بخون. هر مانع
و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میاریم. پس هر مانع که باعث میشه که شناخت خدا رو از انسان دور بشه، از شناخت واقعی خدای واقعی، پولس میگه ما باش مبارزه میکنیم. البته قبلش هم میگه مبارزه ما با شمشیر و جنگ فیزیکی نیست، ما با افکار اشتباه مبارزه میکنیم. پس چرا دفاعیات مسیحی؟ دلیل اولش، کلام خدا به ما دستور میده که جواب بدیم وقتی کسی از ما سوال میکنه برای ایمانمون. دلیل دومش، نقد کنیم چی؟ موانعی که باعث میشه معرفت خدا در بین انسان‌ها جا بیفته. پس دفاعیات هم یک جنبه دفاع داره و هم یک جنبه چی؟ حالت مخالف دفاع چی میشه؟ نمیخوام تهاجمی میشه. آره، کلمه تهاجمی، نه البته تهاجمی نه با مشت و لگد و شمشیر و فوش و فحاشی و بی‌ادبی، بلکه حالت تهاجمی، یعنی نه فقط من باید از ایمان مسیحی بتونم دفاع بکنم، بلکه باید بگم چرا به ادیان دیگه گفتم نه، چرا به مکاتب دیگه گفتم نه، چرا به یکی بله گفتم و به یکی نه گفتم. پس این چراها دلیل بحث دفاعیات ما هستش. حالا من از زندگی خودم یه مثالی میخوام بیارم. من وقتی که یه جوان مسلمون بودم، رفتم خارج از ایران و با پیغام انجیل آشنا شدم. بله. یه مدرسه مسیحی در اروپا میرفتم. اولین کلاسی که رفتم دیدم معلم داره از کتاب مقدس صحبت میکنه. من گفتم که خب ما مسلمونا در کتاب آسمانی ما قرآن اینو گفته، در کتاب آسمانی شما این موضوع گفته شده. سر یه موضوعی، اختلاف مسیحیت و اسلام. بله. به اون معلم مدرسه گفتم چرا کلام خدا برای شما این رو میگه، کلام خدا برای ما این رو میگه. گفت از کجا میدونی قرآن کلام خداست؟ همونطور که یه مسیحی باید بدون از کجا میدونیم کتاب مقدس کلام خداست، من مسلمون برای خودم چه دلیلی داشتم؟ از مادرم خواستم واسم یه قرآن بفرسته، شروع کردم به خوندن قرآن، خوندن کتاب مقدس. و واقعا الان نمیخوام وارد بحث اسلام و مسیحیت بشم، ولی همین سوال که هر کسی باید بدونه ایمان من چیه، اول، دوم چرا من این رو باور دارم، من از کجا میدونم این ایمان درسته و اون ایمان غلطه، از کجا میدونم من میخوام این راه راه حقیقته، این راه راه اشتباهه. هممون تو زندگیمون این تصمیم رو گرفتیم. پس دفاعیات مسیح به ما کمک میکنه که چرا بله گفتم به این راه و چرا این یکی راه رو من قبول نمیکنم، رد میکنم، نقد میکنم. حالا چه میتونه یه دین دیگه باشه، چه میتونه فلسفه کمونیسم باشه، فلسفه ادیان شرقی باشه. پس اینها بحثای کلی هست درباره دفاعیات مسیح. حالا دوباره صحبتمون رو تو قسمت بعدی ادامه میدیم. خیلی ممنون از توضیحات شما دوستان بیننده. تا بخش بعدی ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز، ادامه میدیم برنامه خودمون رو در این بخش به همراهی دوست بسیار عزیزمون دکتر ساسان طلسم. ساسان جان، مرسی. رضا جان، داریم صحبت میکنیم چرا دفاعیات مسیحی. بس. گفتیم دفاعیات یک نقش اولش دفاع کردن از حقانیت ایمان مسیحی هست. چرا من ایمان آوردم به مسیح، دلیل و امید من چی هستش، همونطور که اول پتروس 3:15 میگه. نکته دوم، دفاعیات یک حالت تهاجمی هم داره، یعنی نقد کردن ادیان و مکاتبی که مخالف مسیحیت هستن. اگر مسیحیت حقیقت، ایمان مسیح حقیقت، پس اون چیزی که ضدیت داره، تناقض داره، مخالفت داره با ایمان مسیحی اشتباست. پس من باید بتونم نقد بکنم عقاید دیگر و افکار دیگر. بذار یه مثال بیارم. حالا من توی قسمت قبلی مثال از اسلام و زمینه اسلامی خودم آوردم که من از کجا میدونم قرآن کلام خداست، یه مسیح از کجا میدونه کتاب مقدس کلام خداست، یه مسلمون چه دلیلی داره که اسلام راه درسته، یک مسیحی چه دلیلی داره که عیسی مسیح راه و راستی و حیاته. اینا بحثای دفاعیات مسیحی میشه. ولی حتی میگم فقط صحبت اسلام و مسیحیت نیست، تو هر دینی، تو هر مکتبی، وقتی ادعاهای مکتبی تناقض داره با ادعاهای ایمان مسیحی من باید بدونم چرا من اینو قبول میکنم و یه چیز دیگر رو رد میکنم. مثلا من یه دوست ایرانی داشتم که میگفتش که ساسان شاید تناسخ
حقیقت داشته باشه. یه دوست ایرانی که اوایل ایمانش به عیسی مسیح هم بود. خب این نکته جالبیه. تناسخ نمیدونم شما تناسخ روح. بله. تناسخ روح یعنی به انگلیسی میگیم reincarnation، عقاید ادیان شرقی هستش. بله. که حیات دائم بعد از مرگ دوباره توی یه جسم دیگه حالا ادامه پیدا میکنه و میلیون ها بار این سایکل ادامه پیدا میکنه. یه انسان میتونه توی زندگی بعد به خاطر کاراش سوسک به دنیا بیاد، تو زندگی بعد موش بشه و از این پله هی بالا پایین بره در حیات های مختلف. خب ولی وقتی واقعا یه مقدار فکر بکنیم میبینیم که نه، یا تناسخ در حقیقت داره یا تعالیم کتاب مقدس که ما یک بار به دنیا میاییم میمیریم و بعد روز داوری خواهد بود. زندگی انسان یه سایکلی نیست که توی حیوانات و گیاه ها و نوعای حیات مختلف به وجود بیاد. پس نمیتونیم بگیم هم تناسخ درسته هم مرگ و رستاخیزی که کتاب مقدس تعلیم میده، یا این درسته یا اون درسته، هر دوشو نمیتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. حالا این واسه هم جالبه که یه دوست ایرانی مسیحی واسه باز بود به این که شاید تناسخ درست باشه. پس اگر مرگ و رستاخیز صحت داره، تناسخ ادیان هندویی و بودایی اشتباس. پس میخوام بگم مسیحیت یعنی صحبت دفاعیات، یک قسمتش دفاعیات ایمان ماست و یک قسمتش نقد کردن عقاید و مکاتبی که بر ضد ایمان ما هستن، و یک قسمت سومش هم که خیلی وقتا مطرح میشه صحبت پرسویژن هست، یعنی قانع کردن. یعنی یکی از اهداف دفاعیات اینه که من یه شخصی که با من مخالف هست رو چیکار کنم؟ قانعش کنم، قانعش بکنم، بتونم توضیح بدم که اون باز بشه به افکار من. بنده نمیتونم برم تو خیابون به همه فقط موعظه بکنم، قبول بکن یا قبول نکن، خودت تصمیم خودته. باید کسی که با ایمان مسیحی من یک عالم واسش سوال هست، یک عالم توی دوم قرآن خونیم افکاری که مانع میشه نور مسیح رو اون شخص ببینه، من باید بتونم اون موانع رو از جلوی راهش بردارم، اون سوال ها رو، اون شک ها و تردید ها رو از جلوش بردارن که بتونه اون شخص بتونه قدم برداره به طرف ایمان و باور مسیح. علی ساسان جان، یک نکته که خیلی مهمه من دیدم توی به تجربه و توی کلیساهای خودمون دیدم که افراد اغلب سعی میکنن که در رابطه با ایمان مسیحی خودشون صحبت کنن و مردم رو قانع کنن، ولی اغلب خودشون نتونستن خودشون رو قانع کنن. و اگه طرف آدم معقولی باشه 4 تا سوال ازش بکنه و خودش میمونه شک میکنه که آیا اون چیزایی که اصلا گفته واقعیت داره یا نداره. من توصیه میکنم و میخوام به دوستان عزیزمون بگم که دفاعیت مسیحی برمیگرده به اون ایمان اولیه ما که ما آوردیم و تعریف صحیح ایمان که ما اون منطق و عقل خودمون رو تسلیم یک واقعیت تاریخی کردیم و این رو برای خودمون توی مغز خودمون پذیرفتیم. خدا به یک معیار سنجش به ما داده و اون عقل ماست. باریکلا من میخواستم به همینجا برسم که یک حالا یکی اینا همه صحبتایی بود که من از خود کتاب مقدس کردیم درباره دفاعیات. دقیقا. که کلام خدا دستور میده جواب بدی واسه کسی که از تو دلیل میپرسه، مانعهایی که جلوی شناخت معرفت خداست رو ما باید باش مبارزه بکنیم و باید بتونیم مردم رو قانع بکنیم به این مسیح، به انجیل مسیح ایمان بیارن. ولی یه قسمت دیگه صحبت ما اینه که عقل و فکر هدیه خداست، خدایی که خودش منبع حقیقته، در خود خدا دروغ نیست، اشتباه نیست، تناقض نیست، و خدایی که ما رو در شباهت خودش آفریده، تعالیم کتاب مقدس، بله. و به ما عقل و فکر داده و مسیح به من و تو دستور میده که چی؟ خدا رو با تمام نه فقط دل و جان و قوت بلکه با تمام فکر خودمون محبت بکنیم. این حکم اول عیسی مسیحه، خدا رو با تمام فکر خودمون محبت بکنیم. ما یه خدایی داریم که خودش تفکره و میخواد ما با تفکرهای خودمون هم با فکر، با عقلی که اون به ما داده، هدیه اونه، استفاده بکنیم که باش آشنا بشیم. توی اشعیای نبی فصل 1:18 خدا قوم اسرائیل رو دعوت میکنه به چه کاری؟ اشعیا فصل 1:18 خداوند میگوید تا با همدیگر
بیایید تا با همدیگر مهاجه نماییم. حالا شما، من کلمات قدیمی رو بلد نیستم، یعنی چی بیایید با هم گفتمان کنیم؟ آره. گفتگو کنیم. انگلیسیش خیلی قشنگ میگه رضا، انگلیسیش میگه come let us reason together، بیایید با همدیگه دلیل بیاریم. ببین رضا، ما یه خدایی داریم، مباحثه بکنیم، بحث بکنیم، بیایید با هم گفتگو کنیم. بیا قوم اسرائیل بشین حرفاتو بزن حال و بیا حرفای من رو گوش کن. ببین چقدر نکته مهمیه. خیلی وقتا مردم فکر میکنن که در ادیان توحیدی به قول معروف خدا دستور میده، ما فقط باید چی؟ بشینیم و گوش کنیم و اطاعت کنیم. ما به یه خدایی داریم ایمان میاریم که از ما میخواد که باش تو بحث بیاییم، میخواد به من انسان آزادی بده که استدلال بکنم، دلیل بیارم، و میخواد من بشنوم استدلال و دلایل خدا رو. پس شواهد، استدلال، دلیل آوردن خدا قدغن که نمی کنه، هیچی، خدا داره تشویق می کنه. ما با یه خدایی سر و کار نداریم رضا در ایمان مسیحی که کورکورانه می خواد من بهش ایمان بیارم و اطاعتش بکنم، بلکه می خواد من اون رو با تمام فکرم محبت بکنم، عشق ببرزم با فکرم. من اگر فکرم بگه یه حرف اشتباس، نمیتونم با قلبم اون حرف رو قبول بکنم. پس این نکته‌ای که تو مطرح کردی که خیلی وقتا مسیحی‌ها خودشون هم نمی‌دونن چی رو دارن باور کردن و چطوری باید دفاع بکنن، حرف خیلی درستیه و اینجا جاییه که کلیسا باید دفاعیات مسیحی رو تعلیم بده. اهمیت داره، اهمیت بده مسیحی. مردم باید با کتاب خوندن، من حالا اینجا یه عالم کتاب بودم، اینجا واسه دکور نیست، حالا کتابا رو معرفی می‌کنم، ولی یه کتابی که من توی اون برنامه‌های قبلی من به این کتاب اشاره کردم، Baker Encyclopedia of Christian Apologetics، اصلا دائره المعارف دفاعیات مسیحی. حالا یکی از معلمای قدیمی بنده نورمن گایستر، و اینجا یه کتابای دیگه هم دارم، حالا توضیح میدم تو درسای مختلف، ولی اصلا دائره المعارف دفاعیات مسیحی و خیلی کتابایی که درباره دفاعیات مسیحی چاپ میشه رو بنده دارم، یه سریش آوردم تو استودیو برای این برنامه‌ها میخوام معرفی بکنم. ولی دفاعیات مسیحی قسمت مهمی از رشد من مسیحی در زندگی شاگردسازی هستش. فقط مسیحیت نمیگه ایمان بیار، فقط با قلبت، با احساساتت، با تجربهات ایمان باید بیاری و رشد بکنی در احساسات، در ارادت، در زندگی پاک، ولی همچنین هم باید درک بکنی و رشد بکنی در فکرت، در منطق، در استدلال، در بحث کردن، در دلیل آوردن. چون تو دنیایی هستیم که خیلی ها مسیحیت رو رد میکنن به خاطر دلایل مختلف. خیلی‌ها مسیحیت رو رد می‌کنن به خاطر اینکه فکر می‌کنن علم ثابت کرده خدا نیست. این دین درسته و مسیحیت که تضاد داره با دین مسیحی، پس مسیحیت اشتباست. چرا این همه بدی و شرارت تو دنیا هست؟ پس خدای خوبی وجود نداره. تناقضات کتاب مقدس. اصلا عیسی از کجا می‌دونیم کتاب مقدس تحریف نشده؟ اینا بحثایی که واردش خواهیم شد. خیلی‌ها به خاطر این شک‌ها و سوال‌ها اصلا گوش شنوا ندارن به پیغام عیسی مسیح. و یکی از کارهای مهم دفاعیات اینه که این شک ها رو برطرف کنیم، این سوال ها رو برطرف کنیم، که اون شخص اصلا بتونه گوش بده که مسیح داره توی این کتاب به ما چطوری میخواد خودش رو معرفی بکنه. و نکته ای که رضا اشاره که کردی، صحبت عقل و ایمان، این خودش درست. یه بحثی هستش. درست. یادم کشیش میکایلیان، شهید میکایلیان، درباره این موضوع کتاب هم انگار نوشتن، صحبت میکردن. تو من. ازش درسی رو یادت هست توی شاگرد ایشون بودی؟ بله، درستی هست که به خاطر دارم، ایشون همیشه خاطراتشون برای ما شیرینه. عقل و ایمان رو ایشون مثل یک انشا برای ما گذاشتن و گفتن که بنویسید در رابطه با اون صحبت کنید، و هر کس اومد یک نظریه داد سر کلاس. خیلی جالب بود که ایشون خیلی تاکید میکرد برای اینکه ایمان مسیحی میبایست که منطبق با عقل باشه و یک چیز هپروتی نیست. یک زندگی مسیحی با عقل و درایت به پیش میره، نیست که ما ایمان علکی داشته باشیم و بگیم که نه من ایمان دارم این. خب برای چه اساسی، چه منطقی این ایمان تو استوار؟ پس میگه هر دو با هم. بعضی وقتا طوری مطرح میشه که عقل با ایمان ضدیت داره، اصلا ایمان اصلا مخالف عقله،
در حتی در مسیحیت هم این مطرح شده در تاریخ مسیحیت متاسفانه. بعضی وقتا یه عده زیادی عقل و ایمان رو اصلا از هم دیگه کاملا جدا میکنن. آقا چیزایی که عقلانی عقلانیه، چیزایی که ایمانیه فقط بر طبق ایمان، این دوتا با هم هیچ ربطی نداره. علوم هیچ ربطی به ایمان نداره، کتاب مقدس هیچ ربطی به تاریخ و علم نداره. ولی ما مخالف هر دو اینا هستیم. نه عقل و ایمان با هم دشمنن و ضدیت دارن، نه عقل و ایمان از هم طلاق گرفتن و با هم کاملا جدا، بلکه عقل و ایمان دوتا دوست هستن، دوتا همکار هستن، باید با هم دیگه دست به دست بدن. کاملا با هم 100% یکی نیست عقل و ایمان. یه مسائل ایمانی هست که ماورای عقل انسانیه، ولی ماورای عقل بودن به معنی ضدیت با عقل نیست، مخالف عقل نیست، آره، دشمنی با عقل نیست. به قول خیلی از متفکرین اسلامی مسیحیت رو محکوم میکنن، میگن مسیحیت، ایمان مسیحی عقل ستیزه. ما میگیم نه، عقل ستیز نیست ایمان مسیح. بعضی از حقایق خدا ماورای عقل محدود انسانه، چون خدای اینفینیت، نامحدوده، ما محدودیم، ولی نمیتونه دشمن عقل و منطق باشه. چرا؟ چون خود خدا حقیقت و منبع حقیقت و در حقیقت نمیتونه تناقض باشه. پس عقل و ایمان در ایمان مسیحی با هم دوتا دوستن که کمک میکنن من و توی انسان به طرف حقیقت حرکت میکنن. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات شما. خوشحالیم که باز توی یک برنامه دیگه تونستیم برای عزیزان بیننده برنامه رو تهیه کنیم. امیدواریم که در برنامه آینده بتونیم باز در خدمت عزیزان بیننده باشیم. دوستان عزیز، تا برنامه دیگه و فرصت دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود عزیزان.